زنده باد آزادی، با سپاس از وقتی که به من دادید. خدا نگهدارتون. درود بر شما خواهر فریده، خیلی ممنونیم. درود بر شما خواهر فریده، دست شما درد نکنه. یاد سعید رو کردی و امید ادامه دهنده در واقع همیاری سعید، روح شاد. و با تشکر از تمام برادرها و خواهرایی که اسم بردین، دیگه اسمشون رو تکرار نمی‌کنم، سلام ما رو به همگی برسونی و خدا قوت بگیم. بله، منم درود می‌فرستم به روان پاک سعید از همیاران سیمای آزادی و سلام می‌کنم به امید و بقیه خواهران و برادرانی که الان شما اسم بردید. متأسفانه من یادداشت نکردم، فرصت هم نیست، به همه اونها سلام برسونید و تشکر کنید. سلام می‌کنم به سعید از نروژ، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام بر شما و خواهر یگانه. درود بر شما، بفرمایید. فدا عیسی جان برای تداوم انقلاب، که من در برابر ایشان سر تعظیم فرو میارم. سلام به رهبر انقلاب برادر مسعود، راهگشا و پیشبرنده انقلاب نوین. سلام بر خواهر مریم، این گوهر گرانبهای مقاومت. سلام بر ارواح طیبه شهدای اخیر که رژیم مفلوک آخوندی را به لبه پرتگاه رساندند. درود بر کانونهای شورشی، این مشعلداران آزادی. درود بر رزمندگان آزادی در اشرف سه. کمک به سیمای آزادی رو وظیفه خودم میدونم، سیمایی که واقعیت‌های درون ایران رو منعکس میکنه. سیمای آزادی صدای بی صدایان، صدای دردمندان، صدای کانونهای شورشی، صدای مادران داغدار، صدای زندانیان، صدای انقلاب و دانشگاه انقلاب. سیمای آزادی سپر دفاعی در برابر تیرهای زهراگین رژیم و مزدورانش است. دیگر سال 60 نیست که جهان نفهمد بر ما چه گذشت. اکنون ما سیمای آزادی را داریم، سیمایی که صدای زندانیان و شهدا را فریاد می‌زند و افشا کننده جنایات رژیم آخوندی است. من در پایان می‌خواستم یک یادآوری بکنم از دو تا شهید. یکی پویا بختیاری بود، همون کسی که گفت من هم پسر کسی هستم و با این جمله دیگران را تشویق به قیام میکرد. و از همینجا درود میفرستم به مادر این شهید که اجازه ورود حرامیان خامنه ای را نداد که به خانش بیان. بعد تمام خانواده شهدا درخواست میکنم این حرامیان خامنه ای را به خونه خودتون راه ندید. خون این عزیزان بالاتر از هر چیزیست. اسم و یاد این شهیدان در تاریخ ایران خواهد ماند. شهید دوم که میخواستم اسم ببرم حسین لرستانی که دلاورانه مزدوران را به خاک انداخت و خود شهید شد. هرگز به خانواده شهدا، به مزدوران خامنه‌ای اجازه ورود به خانه هایتان را ندید. اینها فریبکار و دجال هستند. نگذارید خون شهدایتان پایمال شود. من کمک های خودم اعلام بکنم. بهروز و بهناز و سعید 100,000 کرون. سعید عزیزی یکی از هموطنان کردمون هست 1,500 کرون. خانم نروژی به نام خانم روت 5,000 کرون و 500 کرون دیگه من میپردازم به اسم اون دلاوری که از ایران زنگ زد به نام کاوه و گفت من خودم چیزی ندارم که بپردازم. از همه خواست که به نیابت از او چیزی بپردازم و من هم به نیابت از او
500 کرون پرداخت میکنم، مجموعاً 107,000 کرون پرداخت خواهد شد. سرنگون باد رژیم صفاک آخوندی، پیروز باد ارتش آزادی، آتش آتش شعله برکش. خدا نگهدار. درود بر سعید. درود بر شما برادر سعید، واقعا دست شما درد نکنه، خدا قوت. چقدر قشنگ گفتین، کانونهای مشعلدار آزادی، کانونهای شورشی مشعلدار آزادی، این کمکهای شما در این همیاری حتما که این کانونها رو، کانونهای شورشی رو شورشی تر و مشعلها رو فروزانتر خواهد کرد. و درود بر شما که به نیابت از کاوه دلاور ایران کمک کردین مجدداً به این، و البته که کاوه چیزی ظاهراً گفت برای دادن از بابت همیاری نداره، ولی اونها خیلی چیز داشتن و دادن، و ما این صحنه های فدای اینها در صحنه های قیام در این روزها و این ایام همش انگیزانت نست. درود بر شما و به همه سایر کمک کننده ها، از قول ما به خصوص بهروز و بهناز هم سلام ما رو برسونیم و خدا قوت بگیم. بله ممنونیم. منم تشکر میکنم از سعید عزیز از کمک ارزندهش، و سلام میرسونم به همه دوستانی که اسم بردند. یاد همه شهدا گرامی باد. تماس دیگه ای داریم از هلند. سلام میکنم به خواهرمون اشرف، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و عرض ادب خدمت برادر رفیعی و خواهر یگانه و همه دست اندرکاران سیمای آزادی. سیمای آزادی فریاد رسای دادخواهی خونه های به ناحق ریخته شهدا و زندانیان قیام است. به همین دلیل با تمام وجود از سیمای آزادی حمایت میکنیم. درود بر کانونهای شورشی و درود بر فدای قیام. من عدد جمعی خودم رو اعلام می کنم. مبلغ 1470 یورو کمک جمعی جاهد، آرش، رضا، اختر، اقدس، داریوش، فریبرز و فرهاد. با تشکر از شما و موفق باشید. درود بر شما، خیلی ممنونیم از کمک ارزندتون خواهر اشرف. درود بر شما خواهر اشرف، دست شما درد نکنه. به همه جاهد، آرش، رضا، اختر، اقدس، داریوش، فریبرز، فرهاد، همه از قول ما درود بفرستین. و به شما توصیه میکنم که در روزهای آینده مجدداً این کارزار رو ادامه بدین و حتما که موفق خواهید شد که بتونین از سایر ایرانیان و سایر دوستان مقاومت و یاران مقاومت همیاری رو هرچه فروزانتر و شعله‌ورتر کنید. بله تماس بعدی این بار از انگلستان هست. سلام میکنم به مهدی، خواهش میکنم بفرمایید. مهدی از انگلستان، اگر کسی منو میشنوید بفرمایید، خواهش میکنم. بله الو سلام. سلام از ماست، بفرمایید. با سلام و خسته نباشی به شما مجریان و مهمون گرامیتون. میخواستم اگه اجازه بدهید چند دقیقه در مورد قیام اخیر صحبت داشته باشم، گرچه ممکنه تکراری به نظر برسه ولی بازگفتن اون ضروریه. بفرمایید. ما الان در ادامه قیام دیماه 96 هستیم که خود سرفصلیه برای تغییر دوران و سرنگونی رژیم. ما قیام آبان ماه رو داشتیم که من اونو اسمشو گذاشتم بشارت قیام سرنگونی، و همه ما باید از این قیام ها درس ها و نتایج خیلی مهمی گرفته باشیم که از جمله میتونه این باشه که قیام آبان ما نشون داد که چگونه درصد بسیار زیادی از اقشار مردم، بخصوص جوانان و نوجوانان و اقشار کم درآمد، تمام قد در کنار کانونهای شورشی ایستادند و توانستند رشوه سرنگونی را به جان این رژیم بیاندازند.
و تا چه میزان اونا رو نگران و یعنی نگران بود و نبود خودشون بکنن. این قیامشون داد که این رژیم تا چه میزان جانی و شقاوت پیشه و جنایتکاره که به صورت اوریان و در انظار مردم حاضره که مردم و جوانان و حتی کودکان را که چیزی جز مشتی گره کرده و فریادی در گلو ندارند رو به گلوله ببنده. این قیامشون داد که استراتژی سرنگونی این رژیم نه از طریق انقلاب مخملی و یا صرفاً اعتراضات مدنی و اعتصابات سنفی و حتی راهپیماهای میلیونی و یا مداخلات خارجی، بلکه تنها راه حل در کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و اون هم آتش در قبال آتشه. همانطور که در آخر پیام رهبر انقلاب مسعود رجوی گفته شد، مردم در قیام آبان ماه به جهش عظیم و بازگشت ناپذیری دست یافتند و این یک محک آزمایش و یک تضمین و بیمنامه و بشارت قیام سرنگونی تمام عیار دیکتاتوری رو نوید میده. به قول خواهر مریم، هر اتفاقی که بیفته ما نباید بگذاریم که شعله های این انقلاب فروکش بشه. پس بنابراین برای به پا نگه داشتن این قیام، کاری که بسیار ارزشمند و تاثیرگذاره بخصوص برای ما ایرانیان خارج کشور، اینه که کمک های مالی خودمون رو به کانون های شورشی برسونیم که این تنور و شعله شورش رو مشتعل نگه دارن و مشکل مادی مانع عزم کانون های شورشی نشه. به همین دلیل من مبلغ 2400 پوند و برادرم مسعود مبلغ 3000 پوند و سمیرا از خرمشهر مبلغ 15000 پوند که در مجموع مبلغ 20400 پوند میشه تقدیم می‌داریم. امیدواریم که این مبلغ ناچیز کمکی باشه در جهت شعله ور نگه داشتن این قیام و همینطور کمک به شما سیمای آزادی باشه که این مشعل رو همینطور که تا حالا مشتعل نگه داشتیم ادامه بدیم. با تشکر از وقتی که به من دادیم. خدا نگهدار. درود بر شما مهدی عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از کمک ارزندتون به سیمای آزادی. با سلام برادر مهدی و با تشکر از شما برادر مسعود و خواهر سمیرا و از کمک ارزندتون. و چقدر به درستی گفتید که همونطور که خواهر مریم گفتن، این قیام برگشت ناپذیره و انشاءالله که به سرنگونی این آخوندا منجر خواهد شد. درود بر شما. وصل بکنیم خواهر مرزی، اجازه بدیم یک پیام به دستم رسیده، پیام آسیه، که این رو برای شما و برای بینندگان عزیز بخونم به اطلاع برسونم. نوشتن سلام بر خواهران و برادران عزیزم در سیمای آزادی و خواهر بسیار عزیزم مرضیه. هر بار که چهره پر صلابت و پر از عشق و ایمان خواهر عزیزم مرضیه را میبینم، خدا را شکر میکنم و کلمات گویایی برای قدردانی از قهرمانی مرضیه عزیز پیدا نمیکنم. و اگر نبود چنین قهرمانانی، چه سیاهی و سکوتی در آن زمانه بعد از 17 ژوئن 2003 حاکم می شد. هیچ زمان دلاوری و شجاعت و شهامت مرضیه قهرمان در سخت‌ترین و تاریک‌ترین آن ایام از یاد ما نمی رود. با تشکر از سیمای آزادی که تصویر 18 ژوئن مرضیه عزیز را پخش کرد، باز هم سلام می کنم به مرضیه عزیز، چهره و دستانش را می بوسم. مبلغ 5000 دلار کمک بسیار ناچیزی است که تقدیم سیمای آزادی می کنم. درود بر همه شما کارکنان و گردانندگان و زحمتکشان سیمای آزادی. قربان شما آسیه. درود بر شما و خیلی ممنون و سپاسگزاریم. ما هم درود می‌فرستیم به شما و ممنون و سپاسگزاریم از شما به خاطر کمکتون به سیمای آزادی. من هم درود می‌فرستم به خواهر عزیزمون آسیه. البته من شرم سراسر وجودم از جملات اینا، جملاتی که
خواهر آسیه عزیزمون گفتن گرفت و احساس میکنم فقط این شرم رو با مسئولیت پذیری در قبال وظایفی که بر دوشم میاد میتونم پاسخ بدم، چون من میدونم که ذره ناچیز در این مقاومت هستم و در مقابل عظمت فدایی که در این سازمان صورت میگیره چیزی قطره کوچک، و در قبال وظایف و ناکرده هایی که در این سازمان داشتم هر روز بدهکارتر و انشاءالله که بتونم پاسخ این سنگینی مسئولیتی که الان مخاطبش قرار گرفتم بتونم در ایفای مسئولیت هم پاسخ گوش باشم. با درود بر خواهر آسیه عزیز. ما مجددا تشکر میکنیم از خواهرمون آسیه به خاطر کمکشون و پشتیبانی که از سیمای آزادی میکنن و همیشه یار و پشتیبان ما بودن. و سلام میکنم به علی از ایتالیا، خواهش میکنم بفرمایید. با سلام و درودهای فراوان به سیمای آزادی، سیما و فریاد مردم ستم کشیده ایران. جناب رفی و خواهر مردیه، وقتی صحبتهایی که این خواهرمون الان سلام داده بودن آدم واقعا فقط خدا رو هزاران برابر شکر میکنه که ریسمان این مسجد رضوی که این 40 سال دلن کردی. به هر حال در دوران خیابان آبا آبان من ایرانی ها رو میدیدم در طریق اینترنت اخبار را دنبال میکردم و به مرز اینکه ایران اینترنت رو قطع کرد من با تعدادی از آنها صحبت میکردم، میگفتن که دارن از طریق سیما برنامه های قیام را دنبال میکنم. منظورم اینه که مبارزین 40 ساله با حکومت ملاها با این همه خون و فدا اگر همچنان استوار و پرقدرت از قبل پیش میرود مدیون خطوط درست این رهبری زیستلاح و اصل کسرخارت و استقلال مالی آنند، چرا که استقلال سیاسی هر جنبش حتما از استقلال مالی آن میگذرد. پس میباید هر آنچه در توان اشرف نشانه هست به این تیما کمک رسانی کنند تا این صدای راستین انقلاب هر چه بلندتر فریادهای خود را مانند فتک بر سر ملاهای فاسد فرود آورند تا آزادی آبادی به ایران این زیباترین وطن بیاید، به خصوص این روزها که به واقع با سارهای قبل فرق میکنیم و رژیم آخونده در ضعف و ناتوانی کامل فرو رفته است و شعارهای دجالگرانه قدس از طریق کربلا میگذرد، مثل اینکه سر راه با شناخت این دجال ها همین مردم کلبرا و عراق و لبنان درسای خوبی به آنها دادن. من البته زیاد مزاحمتون نمیشم، مطمئنم خود من خیلی پشت خط بودم، کمک ناچیزیه که با این مشکلات ایتالیا من و دوتا دوستامون، من خودم به مبلغ 500 یورو، داریوش تورینو 500 یورو، عبدالله میلان 500 یورو کمک میکنیم و واقعا من از طریق خودم شرمندم با این حرفایی که میشنوم. شرایط اینه، قربون همه تون برم و دست همه تون رو میبوسم، به خصوص خواهر مهدیه. درود بر علی عزیز، خیلی ممنون از کمک بسیار ارزندتون. گفتی در چه شرایطی این کمک کردی و ما هم بسیار هم امیدوار و پشتگرمیم و هم سپاسگزار. سلام برادر علی و درود بر شما. گفتین که کمک ناچیز، من میخواستم بهتون بگم که بسیار کمکتون ارزشمنده و فراتر از همه این کمکاتون این حضور فعال و همیشه در صحنه‌تون در تمام کارزارها بالاترین کمکیه که به همه قیام آفرینان میکنین. درود بر شما، به برادرمون داریوش و عبدالله هم سلام ما رو برسونین و دست مریضات بگیم.